فصل 5 دموکریتوس هوشمندانه ترین اسباب بازی جهان. صوفی برگه های ماشین شده ی فیلسوف ناشناس را در جعبه گذاشت و درش را بست. از مخفیگاه بیرون آمد. مدتی ایستاد و باغ را تماشا کرد. یادش آمد دیروز چه اتفاقی افتاد. مادرش امروز صبح هم هنگام صبحانه باز درباره نامه عاشقانه سر به سرش گذاشته بود. با شتاب به سوی صندوق پست رفت. مبادا امروز نیز همان گرفتاری پیش آید. دریافت نامی عاشقانه دو روز متوالی خیلی مسترجن است. یک پاکت کوچک سفید تازه آنجا بود. صوفی متوجه الگوی نامنگاری شد. پاکت های قهوهی بزرگ بعد از ظهرها می آمد و هنگامی که سرگرم خواندن آنها بود، فیلسوف یواشکی پاکت سفید کوچک دیگری در صندوق می انداخت. پس این مرد را می شود شناسایی کرد و از کجا معلوم که مرد باشد؟ صوفی از اتاق خودش می توانست صندوق پست خانه را خوب ببیند. اگر دم پنجره بایستد، فیلسوف مرموز را خواهد دید. این پاکت های سفید از غیب که نمی رسید. صوفی تصمیم گرفت فردا مراقب و گوش به زنگ باشد. فردا جمعه بود و تمامی تعطیلات آخر هفته را پیش رو داشت. رفت بالا به اتاقش و پاکت را باز کرد. امروز فقط یک پرسش بود، ولی این یکی بسیار ابلهانه تر از پرسش پیشین بود. چرا لگو هوشمندانه ترین اسباب بازی جهان است؟ اولا صوفی مطمئن نبود که این حرف درست باشد. سالها بود که با این قطعات کوچک پلاستیکی بازی نکرده بود. از این گذشته، لگو به فلسفه چه ارتباطی دارد؟ ولی صوفی دانش آموزی وظیفه شناس بود. قفسه بالای کمد خود را کاوید و کیسه ای پر از قطعه های لگو به اندازه و شکل های گوناگون پیدا کرد. پس از سالهای سال باز آنها را روی هم چید. همینطور که مشغول بود فکرهایی در مورد بازی لگو به ذهنش رسید. اندیشید قطعات لگو را به آسانی میتوان سوار هم دیگر کرد. با اینکه همه با هم فرق دارند، همه به هم وصل میشوند. در ضمن محکم و نشکنند. یادش نمیامد هیچ وقت تکه‌ای لگوی شکسته دیده باشد. قطعه‌های او همیشه مثل روز اول سالهای سال پیش آنها را خریده بود هنوز نو و براق بودند. خوبی بزرگ لگو این است که با آن می شود همه چیز ساخت و بعد می توان قطعه ها را از هم در آورد و چیز تازه ای درست کرد. از اسباب بازی بیش از این چه انتظاری می توان داشت؟ صوفی حتم پیدا کرد که لگو به راستی هوشمندانه ترین اسباب بازی جهان است، اما این به فلسفه چه ربطی داشت؟ به عقل صوفی هم نمی رسید. کم کم خانه عروسکی بزرگی ساخته شد. هرچند نمی خواست به روی خود بیاورد، ولی خیلی وقت بود اینقدر لذت نبرده بود. چرا آدم ها بزرگ که می شوند دست از بازی کردن بر می دارن؟ وقتی مادرش به خانه آمد و دید صوفی چه می کرده است، نتوانست جلوی خود را بگیرد. چشمم روشن. بچه من تازه به بازی افتاده است. صوفی با اوقات تلخی پاسخ داد بازی نمی کردم. داشتم مسئله فلسفی پیچیده ای را حل می کردم. مادرش آهی کشید. شاید ماجرای خرگوش سفید و کلاه شعبد بازی یادش آمد. روز بعد وقتی صوفی از مدرسه به خانه برگشت، باز چندین صفحه مطلب در پاکتی بزرگ منتظرش بود. آنها را به اتاق خود برد. بیتاب بود آنها را بخواند، ولی میخواست در عین حال صندوق پست را هم بپاید. نظریه اتم. صوفی، دوباره گیر من افتادی. امروز میخواهم با تو درباره آخرین فیلسوف بزرگ طبیعی صحبت کنم. نامش دموکریتوس بود. و از اهالی شهر کوچک آبدرا در کرانه شمالی دریای اژه. اگر از راز لگو سر در آورده باشی، برنامه کار این فیلسوف را هم راحت می‌فهمی. دموکریتوس با پیشینیان خود هم رأی بود که دگرگونی‌های طبیعت بدین سبب نیست که چیزی به راستی تغییر می‌کند. برابر این فکر کرد که اشیا از قطعه‌های ریز نامرئی هر یک جاودانه و تغییرناپذیر درست شده است. دموکریتوس این واحدهای بی اندازه کوچک را اتم خواند. واژه اتم به معنای برش ناپذیر است. برای دموکریتوس موضوع مهم این بود که ثابت کند اجزای سازنده هر چیز را نمیتوان به طور نامحدود به اجزای کوچکتر تجزیه کرد. این کار میسر بود، آنها را نمیشد به قطعه های کوچکتری تقسیم کرد. اگر اتم را بتوان تا ابد به ذرات کوچک و کوچکتر تجزیه کرد، طبیعت مانند سوپی که مرتب رقیق و رقیق تر شود از هم وا می رفت. از این گذشته، قطعات طبیعت باید جاودانه باشد، زیرا هیچ چیزی نمی تواند از هیچ به وجود آید. وی از این نظر هم عقیده پارمنیدس و الایی ها بود. همچنین اعتقاد داشت که اتم ها همه قرص و محکمند، ولی هم شکل نیستند.
اگر همه یک شکل بودن، توضیح قابل قبولی نداشتیم که چطور ترکیب آنها از گل خشخاش و درخت زیتون گرفته تا پوست بز و موی انسان را به وجود می آورد. به اعتقاد دموکریتوس، طبیعت ترکیبی است از شمار نامحدودی اتم‌های مختلف. بعضی گرد و صافند، بعضی کج و نامرتب. و درست به سبب همین تفاوت می توانند به صورت اجسام گوناگون به هم بپیوندند. ولی تعداد و شکل‌های آنها هر چقدر هم زیاد و بیشمار، همه جاودانه نامتغیر و تجزیه ناپذیرند. وقتی جسمی مثلا درخت یا حیوانی بمیرد و متلاشی شود، اتم‌ها از هم می پراکنند و می توانند در جسم‌های تازه به کار روند. اتم‌ها در فضا متحرکند و از آنجا که حلقه و قلاب دارند می توانند به هم وصل شوند و چیزهایی را که ما پیرامون خود می بینیم به وجود آورند. حالا فهمیدی منظورم از قطعه های لگو چه بود؟ اینها نیز کم و بیش همون ویژگی هایی را دارند که دموکریتوس برای اتم‌ها قائل بود و برای همین است که بازی با آنها این همه کیف دارد. اولا که قطعه های لگو را نمی توان به تکه های کوچکتر تقسیم کرد. در ثانی شکل و اندازه های مختلف دارند، محکم و نفوذناپذیرند و حلقه و قلاب هم دارند. به همین خاطر می توان آنها را به هم پیوست و به اشکال مختلف درآورد. این تکه های متصل را می توان بعد دوباره از هم جدا کرد و شکل های تازه ای با آنها ساخت. این واقعیت که می شود آنها را بارها و بارها به کار برد، موجب شده که لگو آنچنان شهرت یابد. هر قطعه لگو را می توان امروز جزئی از اجزای یک کامیون کرد و فردا بخشی از یک قلعه یا قصر. می توان گفت که قطعه های لگو نیز جاودانند. بچه های امروز می توانند با همان قطعاتی بازی کنند که پدران و مادرانشان وقتی بچه بودند با آنها بازی می کردند. البته از گل هم می توان چیز ساخت، اما گل را نمی توان مکرر به کار برد، چون به ذرات کوچک و کوچکتر متلاشی می شود. اما این ذره های ریزتر را هرگز نمی توان از نو به هم پیوست و چیز دیگری درست کرد. امروزه می توانیم به یقین بگوییم که نظریه اتم دموکریتوس کما بیش صحیح بود. طبیعت واقعا از اتم های مختلف ساخته شده است که به هم می پیوندند و باز از هم جدا می شوند. یک اتم هیدروژن در سلولی در پوست نوک بینی من شاید روزگاری بخشی از خرطوم یک فیل بوده است. و اما یک اتم کربن در عضله قلبم شاید زمانی به دوم دایناسوری تعلق داشته است. دانشمندان زمان ما کشف کردند که اتم را می توان به ذرات بنیادی و ریزتر شکست. این ذره های بنیادی را پروتون، نوترون و الکترون می خوانیم. شاید روزی اینها را نیز به ذرات کوچکتر خرد کنند، اما فیزیکدانان همه هم رأی‌اند که باید جایی در این رهگذر حد و قایتی باشد. باید جزء کمترینی وجود داشته باشد که طبیعت از آن ساخته شده است. دموکریتوس البته به وسایل الکترونیکی امروزی دسترسی نداشت. تنها ابزار خاص او مغزش بود، ولی عقل گزینه چندانی برایش نمی گذاشت. وقتی پذیرفتیم که چیزی تغییر نمی کند و چیزی از هیچ به وجود نمی آید و هیچ چیز از میان نمی رود، در آن صورت طبیعت چیزی نمی تواند باشد مگر قطعاتی بی اندازه ریز که می توانند به هم وصل شوند و دوباره از هم جدا شوند. دموکریتوس به روح یا نوعی نیرو که بتواند در رویدادهای طبیعت مداخله کند معتقد نبود. فکر میکرد تنها چیزی که وجود دارد اتم است و فضا. اشان فقط به چیزهای مادی باور داشت، او را ماده‌گرا می‌خوانیم. به نظر دموکریتوس حرکت اتم‌ها تحت هیچ طرح و تدبیر ارادی نیست. همه چیز در طبیعت کاملا مکانیکی رخ می‌دهد. این بدان معنا نیست که هر چیزی تصادفی اتفاق می‌افتد. همه چیز از قوانین گریزناپذیر ضرورت پیروی می‌کند. هر چه رخ می‌دهد علت طبیعی دارد، علتی که ذاتی خود آن چیز است. دموکریتوس یک بار گفت ترجیح می‌دهد برهانی تازه از طبیعت کشف کند تا پادشاه ایران بشود. به نظر دموکریتوس نظریه اتم روشنگر ادراک حسی ما هم هست. وقتی چیزی را حس می‌کنیم، این بر اثر حرکت اتم‌ها در فضاست. علت این که ماه را می‌بینیم آن است که اتم‌های ماه به چشم‌های ما می‌خورد. ولی تکلیف روح چیست؟ روح که نمیتواند از اتم یا چیزهای مادی تشکیل شده باشد. چرا نمیتواند؟ دموکریتوس اعتقاد داشت روح انسان از اتمهای روح، اتمهای گرد و صاف و خاص درست شده است. وقتی آدم میمیرد، اتمهای روح به هر سو پرواز میکنند و احتمالاً جزئی از تکوین یک روح تازه میشوند. مفهوم این سخنان است که انسان روح جاودان ندارد.
اعتقادی که امروزه هم طرفدار فراوان دارد. اینان مانند دموکریتوس معتقدند روح وابسته به مغز است و مغز که از میان رفت دیگر ادراکی باقی نمی ماند. نظریه اتم دموکریتوس فلسفه طبیعی یونان را موقتاً پایان داد. وی با هراکلیتوس هم عقیده بود که همه چیز در طبیعت روان است. صورت‌ها در رفت و آمدند، ولی در ورای هر چیز روان چیزهای جاودانه و نامتغیر وجود دارد که ثابت است. دموکریتوس اینها را اتم خواند. صوفی در ضمن خواندن گاه به گاه از پنجره بیرون را نگاه می‌کرد. مراقب نامه‌نویس مرموز و صندوق پست خانه بود. اکنون فقط نشسته بود و جاده را می‌نگریست و به آنچه خوانده بود می‌اندیشید. حس کرد افکار دموکریتوس هم ساده است، هم بسیار زیرکانه. دموکریتوس راه حل واقعی مشکل جوهر اولیه و دگرگونی را یافته بود. این مسئله بسیار پیچیده فیلسوفان چندین نسل را به حیرت انداخته بود و سرانجام دموکریتوس به تنهایی با کاربرد شعور خود راه حل آن را یافت. صوفی خواهی نخواهی لبخندی زد. باید درست باشد که طبیعت از ذره های ریز تغییر ناپذیر ساخته شده است. در ضمن هراکلیتوس هم حتما درست می گفت که تمام چیزها در طبیعت روان است. چون همه چیز در گذر است. حیوانات می میرند. حتی رشته کوه‌ها آهسته آهسته از هم می پاشند. موضوع مهم آن است که این رشته کوه‌ها از ذراتی ریز و نامرئی که هرگز نمی شکنند درست شده است. در عین حال دموکریتوس پرسش‌های تازه‌ای مطرح کرده بود. برای نمونه می گفت همه چیز مکانیکی روی می دهد. برخلاف امپدوکلس و آناکساگوراس به نیروی فراطبیعی در هستی قائل نبود. دموکریتوس در ضمن اعتقاد داشت که انسان روح جاویدان ندارد. آیا صوفی این را قطع می دانست؟ معلوم نبود. خب تازه درس فلسفه را شروع کرده بود.